امروز نام حاج حسین ملک با وقف پیوند یافته و نام وقف به نشانه ای از ارادت نیکندیشان به ساحت حضرت رضا علیه السلام بدل شده است. مرحوم حاج حسین ملک در گستره متنوع موقوفات خود سهمی را به توسعه علم و فرهنگ اختصاص داد که امروز نتیجه این اهتمام را میتوان در کتابخانه و موزه ملی ملک شاهد بود. این کتابخانه در ابتدا در خانه ملک برپا بود، اما حاج حسین در 29 تیر ماه 1323 قطعه زمین بزرگی را در باغ ملی تهران برای ساختمان جدید کتابخانه و موزه وقف کرد. آستان قدس رضوی طراحی و بنای ساختمان جدید را در سال 1364 آغاز کرد و در 1375 به پایان برد. امروز مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به عنوان یکی از شش گنجینه بزرگ نسخ خطی ایران با داشتن 19,000 عنوان نسخه خطی نادر و نفیس، اهدافی چون حراست و حفظ گنجینه کتابخانه، توسعه منابع کتابخانه، گردآوری مجموعه نفایس فرهنگی و هنری و دیگر موارد را دنبال می کند. این کتابخانه دارای 100,000 کتاب چاپی، 3,568 کتاب چاپ سنگی و 548 عنوان نشریه ادواری در 6,000 مجلد است. غیر از مخازن کتاب و تالارهای مطالعه، در این مجموعه بخش‌های مجهزی هم برای انجام امور فنی از قبیل مرمت نسخ خطی، عکاسی و تهیه میکروفیلم، صحافی، جلدسازی و دیگر امور ایجاد شدند. در بخش سکه موزه ملک میتوان بیش از 10,000 سکه و مدال ایرانی از سده ششم پیش از میلاد تا دوران پهلوی و نیز سکه هایی از یونان، امپراتوری بیزانس، خلفای اسلامی و امپراتوری عثمانی را دید. همچنین در بخش آثار هنری، تابلوهایی از آثار هنرمندان به نام ایرانی مانند کمال الملک قفاری، لطفعلی صورتگر، هادی خان تجویدی و برخی نقاشان اروپایی به نمایش گذاشته شده است. مجموعه هنر لاکی، مجموعه تمر، گنجینه فرش و آثار خوشنویسی از دیگر بخش‌های موزه ملی ملک است که سالانه هنردوستان بسیاری را به سوی خود می‌کشاند.